خوش آمدید به رادیواکتیو زون و ترک دوم از آلبوم اتصالی با مهراد هیدن به نام بورلس، اگه اشتباه نکنم. چقدر منتظر موندیم تا آرتیست آخر رو کچی بیتس معرفی بکنه و این منتظر بودن ما هم واقعا الکی نشد. بعد بیاد مثلا یه آرتیست نسل 4 رو بهمون معرفی کنه. مهراد هیدن آورد تو کار. هر جور من خواستم فکر کنم که چطور کچی بیس با مهراد هیدن میتونن با هم مچ خوبی باشن، نتونستن. حالا میگم اون درد سرا مثل چیا که با هم شنیدیم خیلی نیو سکول ترپی بود. مهراد هیدن سبک خودش. حالا ببینیم این همکاری چطور از آب در اومده. سری بریم و بیایم و این ترک رو با هم گوش کنیم. قبلش اینو من بگم، برای آلبوم اتصالی ما کاری که داریم میکنیم، برای هر بیت دراپ خفنی عینک میزنیم و کلا میزنیم، یعنی بگیم گنگش بالاست. اگه خیلی خفن باشه دیگه یه عینک مخصوص داریم که اونو میزنیم. برای اگه بیان اسپاتیفای چیز خاصی نداشت، برای همین استفاده نکردیم. حالا بریم ببینیم که این ترک بیت دراپ خفنی داره یا نه. اسپانسرینگ این برنامه ساندیس خودمه، توت فرنگی کیوی. نه شوخ کردم، اسپانسرینگ نیست، ولی همراهی قراره بکنه منو توی این ویدیو. بریم با هم گوش بدیم بورلس با مهراد هیدن. 3 دقیقه و 54 ثانیه، برو بریم. اوکی. یه اینتروی عجیبی. عجب و هنگ عجیب غریبیه. بزنیم اقل. ها میگه برو ریلس انگار، بعد سری که شده شده بو ریلس. اوکی، حالا من میگم چیه بورلس، چی یعنی چی. اوکی برو بریم. این هیده نیست و این کچی بیتسه. دوباره نزدیک بود صدا رو اشتباه کنه. بزنیم آقا. خیلی باحاله، عجیب غریبه ولی باحاله. اصلا فاز کار عوض شد. ببین یه ثانیه اصلا بیت واقعا خاموش شد، دوباره روشن شد. واسماس، واسماس رو داره میگه، ولی چطوری میگه واسماس رو؟ واسماس خاص باس رخ موقع جسته ویزه شد توز غرس مدر شرشته دنیا اگه زشته به جاش دل ما پر عشقه. قشنگ گفته، میگه دنیا هرچی زشته دل ما که بهشته. با هر زشتی که دنیا داره ما باید دنیای خودمون رو قشنگ کنیم. با طرز فکر و طرز دیدمون میتونیم
زشت‌ترین چیزا رو قشنگ ببینیم. خیلی باحال گفت. سبزی لا دندون زنی آقا میگه اضافه هم مثل سبزی لا دندون که همیشه بعض وقت گیر میکنه اضافیه نمیتونی درش بیاری. خیلی آهنگ عجیبیه. من گفتم من توی آهنگ مثل چی گفتم توی ویدئوی ریاکشن به آهنگ مثل چی گفتم چی گفتم چی گفتم مطمئن باشین که کچی بیست چند تا تیکه کلوم میخواد همینطوری بریزه تو جامعه، یعنی همین برورلس رو نمیدونم مثل چی رو مطمئن باشین از اینا بیشتر هم داره تیکه کلوم هاییه که حالا بعد خیلی حالا دهن همه میفته. مزاحمم نشو میشم ممنون. تموم شد. 10 ثانیه آخرش میوت بود. عجب آهنگ عجیبی بود. نمیدونم میگم اون تیک کلمشو خیلی دوست داشتم، خیلی هم جدید بود، اصلا فکر نکرده بودم به همچین تیک کلمی. ولی نظرتون چیه؟ اگه فکر میکنید که این ترک لایق اینه که توی بهترین سال بهش پاس رای بدید، اگه فکر میکنید که لایقش نیست رد. حرف دیگه ای ندارم، بریم برای ترک بعدی. وا از کچی بیس، بهسالیته و پوبون. فکر کنم تنها همکاری پوبونه توی این آلبوم. تا ویدیوی بعدی، مخلص.